درود بر شما لطفا برای حمایت از ما ویدیوها رو لایک و کانال رو سابسکرایب کنید با سپاس اگر رئیس جمهور نه یک بار که صد بار هم تغییر کند اگر تمامی نمایندگان مجلس و خبرگان رهبری کنار گذاشته شوند و نمایندگان جدید انتخاب و جایگزین آنها شوند باز هم شرایط کشور اصلاح نخواهد شد دلیل این مدعا برگزاری دوازده دوره انتخابات ریاست جمهوری، ده دوره انتخابات مجلس و پنج دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری است. اگر قرار بود با تغییر رئیس جمهور و نمایندگان مجلس پیشرفتی در جهت توسعه و آبادانی کشور حاصل بشه، امروز ایران باید در زمره کشورهای توسعه یافته خاورمیانه بلکه آسیا می بود. هرچه جلوتر میریم توسعه و آبادانی کمرنگتر فساد و بیقانونی پررنگتر و ناامیدی و سرخوردگی مردم شدیدتر میشه و در عرصه بین المللی هم روز به روز منزویتر میشیم این یعنی اینکه یک فاجعه در کشور در حال وقوعه اما ریشه و منشه این فاجعه کجاست؟ کلیه منتخبین ملت اعم از رئیس جمهور و نمایندگان مجلس و خبرگان رهبری جملگی بازیگران فیلم ای هستند که از پیش نگاشته شده و اینها صرفا در مقطعی به صحنه آمده و نقش آفرینی می کنند ولی هرگز تأثیری در روند کلی فیلمنامه نامه ندارند زیرا این تراژدی از قبل تدوین شده ساختار این فیلمنامه یا به عبارتی قانون اساسی به گونه ای طراحی شده که اولا منتخبین ملت صرفا نقش بازیگر را دارند نه تصمیم گیر و تصمیم ساز و ثانیا بازیگران از بین افرادی انتخاب می شند که تابع محض باشند در غیر این صورت در همان مرحله گزینشی اولیه رد صلاحیت شده و هرگز به مرحله رقابت های انتخاباتی راه نمیابند طبیعی در چنین ساختار معیوبی افراد صاحبیده و نوگرا و متجدد که خواستار تحول در ساختار سیاسی کشور هستند عملا به گردونه رقابت های انتخاباتی راه داده نمیشن مرجعی که وظیفه خطیر گزینش و انتخابات اولیه بازیگران عرصه سیاسی و تصمیمگیری کشور را بر عهده داره شورای نگهبانه این شورا برای داوطلبان معیارهایی را در نظر گرفته که در زیل ماده 28 انتخابات به آنها اشاره شده بنابراین داوطلبان باید قبل از نامزد شدن خود را با این ضوابط تطبیق داده و ملتزم نمایند این ضوابط به گونه طراحی و تدوین شده که اساسا داوطلبین را قربال و یکدست می کند به نحوی که آنها باید همان گونه بیاندیشند و عمل کنند که حاکمیت انتظار دارد و این یعنی تعطیلی اندیشه تفکر خلاقیت نوآوری تغییر در کشور اگر خروجی این فرایند غیر از این بود تا کنون با این همه انتخابات باید کشور متحول شده بود و به اوج شکوفایی و بالندگی رسیده بود هرگز یک قانون اساسی معیوب و ساختار سیاسی بیمارگونه نمیتواند ملت را به سعادت و خوشبختی رهنمون سازد یادآوری اصول قانون اساسی برای نشان دادن بی اختیاری رئیس جمهور در حکومت دینی گرچه تکرار مکررات چهل سال است اما ماهیت شیادانه ادعای هفت کاندید ریاست جمهوری را فاش می کنه. در تئوری و پراتیک بیش از چهل سال گذشته رئیس جمهور تنها یک دکور بوده و نقش عامل اجرایی حکومت اسلامی و مشخصا رهبر دینی را داشته به استناد قانون اساسی رئیس جمهور پس از رهبر است هیچ رئیس جمهوری در حکومت دینی نمیتواند مقلد رهبر دینی نباشد وعده ها و برنامه های کاندیدا نمایش شیادان است آنها حتی شهامت طرح تناقض و آشتی پذیری جمهوریت با اسلامیت را هم ندارند طبق اصول 107 و 110 قانون اساسی خامنه ای به عنوان رهبر قدرتمندترین مقام سیاسی در جمهوری اسلامیه در جایگاه و مقام رهبری او رئیس دولت و فرمانده کل نیروهای مسلحه و میتونه با صدور احکام و تصمیمات نهایی در بسیاری از زمینه ها مانند اقتصاد، محیط زیست، سیاست خارجی و برنامه ریزی ملی در امور کل کشور دخالت کنه. اصل 113 پس از مقام رهبری رئیس جمهوری را عالی ترین مقام کشور میدونه. و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط نمیشه رو بر عهده داره اما به اعتراف اکثر ریاست جمهورها آنها فقط نقش تدارکاتچی داشتند در اصل 57 قانون اساسی گفته شده قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت بر طبق اصول این قانون اعمال می گردند. اما آیا یک رئیس جمهور مسلمان می تواند عامل اجرایی ولی فقیه نباشد؟ در اصل 122 سراحت دارد که رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر مجلس شورای اسلامی مسئول است. رئیس جمهور ناچار است سایه رهبر در انظار عموم و پاسخگو و مسئولیت پذیر در برابر تمامی خلافکاری آن باشد اصل 113 پس از مقام رهبری رئیس جمهوری عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود بر عهده دارد در این بند قانون اساسی بی اختیاری رئیس جمهور با روشنی تبیین شده مسئله اصلی جامعه ایرانی عبور از نظام حاکم و پایان دادن به توهین و تحقیر 43 ساله صغیر بودن شهروند ایرانی و بینیاز بودن آن به ولی فقیه و حکومت دینی می باشد هفت شیاد شرکت کننده در نخستین مناظره کاندیدای ریاست جمهوری از خودی های نظام هستند که در تکوین شرایط فاجعه بار کنونی سهیم بوده و اکنون در نقش اپوزیسیون دولت همانند پیشینیانشان سراب فردای بهتر را وعده میدن آنها به اصلی ترین پرسش یعنی نقش سوری نمایشی و بی اختیاری ریاست جمهوری در حکومت اسلامی پاسخ نداده و نخواهند داد هر هفت شیاد نه میخواهند و نه میتوانند به حوزه نیاز فوری تشکیل دولت لایک دموکراتیک و سوسیال در ایران نزدیک شوند دولتی که ایجاد آن مستلزم یک انقلاب سیاسی و بازگرداندن سرمایه های قارت شده توسط نهادهای دینی امنیتی سپاه پاسداران سپاه قدس و دیگر مافیا به مردمه قطع دست شبکه های انگلی مافیایی از سه قوه مجری قضایی و مقننه پیام مناظره هفت شیاد اعلام ورشکستگی سیاسی، اقتصادی، اخلاقی و ایدئولوژیک حکومت اسلامی در ایرانه. ما ایرانیان پیام شیادان را به فال نیک گرفته و با واژگونی میز انتخاب تکراری و تهبواور گماشتگان شبکه مافیایی غالب در حکومت اسلامی می توانیم تغییر توازن قوا به سود مردم در کف خیابان رو پیگیری کنیم. بیان که اهداف مستقل ایران دوستانه خودمون رو کمرنگ سازیم. ممنون که کانال دیگه چه خبر رو تماشا کردید. لطفا ویدیو رو لایک و کانال رو سابسکرایب کنید. پیروز باشید.